رادیو همراه بفرمایید. سلام، سلام، خوب هستین؟ بفرم با چکرم بفرمایید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. مرسی. میشه لطفا بلندتر صحبت کنید کمی؟ الان بهتر صدام؟ بهتر شد، بفرمایید. راستش من اول یه کوچولو توضیح در مورد خودم بگم و مشکلم رو بهتون بگم، بعد اگه سوالی لازم بود بگم، خیلی وارد جزئیات نمیشم. من 33 سالمه و فرزند دومم، 2 تا برادر دارم، یه برادر دارم از خودم 3 سال بزرگتره، یه برادرم دارم از خودم 12 سال تقریبا کوچیکتر، و الان تقریبا یه 16 ماهی میشه که اومدم اروپا زندگی میکنم و الان یه مدتیه، مثلا شاید بگم 4-5 ماه، احساس میکنم افسردگی خیلی زیاد دارم، مثلا کاملا ناامید و بی‌انگیزم نسبت به زندگی، و البته خب همیشه این افسردگی با من بوده، منتها از یه طرفم خودم احساس میکنم شاید نیاز به دوا دکتر دارم، ولی خب یه ذره به خاطر اون مسائل مشکلات مالی، چون واقعا هزینهش توی اینجا خیلی زیاده برای رفتن پیش روانشناس و روانپزشک، واقعا میخواستم ببینم هیچ راهی هست که من بتونم به خودم یه ذره کمک بکنم از این حالی که دارم بیام بیرون، بتونم به زندگی عادی برگردم. خب باخه باید فهمید حال شما چگونه هست. به من بگید شما برای چی اومدید اروپا تو این سن و سال عزیز؟ من خب همیشه دلم میخواست از ایران خب بیام بیرون، مهاجرت و اینا مد نظرم بود، یه چند باری هم اپلای کرده بودم برای مثلا کانادا ولی نشده بود. من خانوادم از ایران مهاجرت کردن تقریبا یه 3-4 سال پیش، حال دقیقا الان بخصوصون از خانواده کیا هستن؟ پدر، مادر، برادر، همه. و چرا شما اون موقع باشون نیومدید؟ من نمیتونه، چون اونا وقتی اقدام کردن که فرزند بالای 21 سال چون دیپندنت خانواده حساب نمیشه، من نمیتونستم با اونا اپلای کنم، من جدا اپلای کردم ولی به من ویزا ندادن، یعنی ریجکت شدم. حالا برای برنامه اکسپرس انتری هم اپلای کردم که نشد، یعنی خب برادر بزرگترتون که وضعش از شما بدتر بود نه؟ برادر بزرگتر من از 19 سالگی کانادا زندگی میکرد و اصلا اونجا سیتیزنشیپ داشت، اون خیلی زودتر از هممون رفته بود. خب پس بنابراین یه برادر با پدر و مادر اومدن، اونا برای چی اومدن اروپا؟ اونا هم داستانش اینجوری بود که من برادر کوچیکترم داشت به 18 سالگیش نزدیک میشد، بعد با میرفت سربازی و من مادرم اینجوری بود که من اصلا نمیذارم این بچه اینجا. چرا بره سربازی؟ خب میتونست بره دانشگاه. چرا سربازی؟ خب میتونست بره دانشگاه، سربازی نره. خب بعد اونم قبول نمیکرد که تو ایران به دانشگاه. بعد چرا؟ یعنی دانشگاه ایران؟ نه آخه عزیزم، یه خانواده که نمیان پدر و مادر زندگیشون به هم بریزن چون بچه نمیخواد بره دانشگاه. خب این نمیخواد بره دانشگاه برای چی نگران هستن که بره سربازی؟ خب بره سربازی. اون میخواست بره دانشگاه ولی خب مادرم اینجوری بود که من متاسفانه مادری دارم که به شدت بدبینه، به شدت همش توهم توطئه داره، یعنی همیشه این مدلیه که ما از خونه که میخوایم بریم بیرون مثلا اینجوریه که الان یه نفر تو کمین نشسته که ما بریم. خب خب اینکه تو اروپای ناشناخته که این آدم ها بدتر میشن. آدم به دلیل اینکه جهان رو نمیبینه و تاریک و مبهم میبینه شکاک میشه. خب ایشون از ایران شناخته شده میخواد بره اروپا و یکی از بچه هاش که کاناداست، یکی دیگه شم نه، یکی هم که ایرانه میخواد برن. من مادرم وابستگی خیلی شدیدی هم به برادرم داره و یه کنترل خیلی زیاد و اصلا نمیذاره اون تنهایی جا بره، بخاطر این وقتی که مثلا
قصد این کرد که خب از ایران بره، مادرم گفت خب منم باهات میام. یعنی اینجوری بود که خب رفتن همگیشون به خاطر این بود که نمیتونست حتی برادر من تنها بفرسته، یعنی همشون با هم میرفتن. آدم بدون یه کاری اشتباه است بگه حالا یکی رو میفرستیم که شاید اونقدر اشتباه نیست، حالا به خاطر اون مجرومه. یعنی میخوام بگم که یه تصمیم های کاملا بی پای و اساسه. بله حالا شما 33 سالتون عزیز، شما تقریبا 16 ماه آمدید، شما تو این سن و سال اگر درسی خاصی نیست، شرایط خاصی نیست، موضوع اصلی و اساسی ازدواج شماست. شما با اومدنتون به مهاجرت، بعد اگر من حالا الان فهمیدم تون اونها رفتن کانادا، شما اومدید اروپا. بله من حالا میگم حالا توی مدت هم چی گفت. ببینید من که خانوادم که رفتن، بعد یه اصرار و پافشاری برای اینکه تو باید هر جوریه که هست از ایران بیای بیرون رو نمیدونم. آخه عزیزم احمقانه است اون کار. شما توی سن و سالی هستید که مسئله اصلی مهاجرت، از ایران بیای بیرون، که قرار نیست که ایران یه چیزیش بشه که شما بیا بیرون که تو جزء اون گروه نباشی. مثلا نمیفهمم یه برادر اونور، مادر به دنبال اون راه بیفته، بعد یه برادر ایران، بعد شما درست در وقتی که مسئله اصلی و اساسی ازدواجه، بدونی که یه هدف مشخص درسی که بگیم اجتناب ناپذیر، مثلا یه دوره تخصص خاصه، تونستید یه بورسی بگیرید، پاشید بیاد اروپا، اونا کانادا، شما اروپا، یه دونه برادر ایران. بله واقعا این مادری که مسئولیت این تصمیم گیرای کاملا غیر واقع بینانه و بد روی داره. البته خودشون شما برای چی میترسید از این که حرف بزنید؟ بهترین تصمیم زندگیشون رو گرفتن. ایشون بسیار اشتباه میکنن، این تصمیم بسیار بسیار غیر واقع بینانه است و بعدم اصلا متوجه نیستن، یه خودخواهی ها و به حساب خودشون. یا آقای مادر شما خودشون چی خوندن، چی میکنن؟ من مادرم تحصیلات دانشگاهی ندارن و خب ممکنه من بفرمایید ایشون چرا فکر میکنن در حالی که حتی دنیایی رو نمیشناسن، تحصیلات دانشگاهی ندارن، آگاهی ندارن، عقل کلن؟ بعدم پدر شما چی دنبال یه همچین مادری را میفته؟ بله پدر من به خاطر اینکه من پدر مادرم یه ازدواج خیلی عجیب و غریب و مسخره ای هم که داشتن که خودش اصلا یه داستان واقعا افتضاحی داره و توی اون دوران به خاطر اینکه پدر من وقتی با مادرم ازدواج کرده بود اصلا فقط به خواسته مادرش این کار کرده بود، یعنی ازدواجی بود که به خاطر مادرش کرده بود، بعد یعنی اون عشق و علاقه هم که بینشون وجود نداشت و چون خیلی مثلا مادرم هم اذیت میکرد و زندگی خیلی بدی هم داشتن اون اوایل، بعد الان یه جوریه که مثلا انگار احساس گناه و احساس پشیمونی میکنه و برای جبران حالا اون اتفاقات گذشته دیگه مثلا هر کاری که مادرم بگه رو انجام میده و هر کار غلطی که مادر بگه به خاطر جبران اشتباهاتی گذشته انجام میده. اوکی. برای که من میخوام شنوندگان عزیز که میشنوند بدونن یک خانواده درب و داغون، یه زن نادان خودخواه همینجوری برای همه تصمیم میگیره و بعدم به خاطر اینکه قبلا پدر شما که حالا تازه بیشترش ادعاست، همچین مادری هیچ وقت تو سری کار نبوده، ایشون برای همه تصمیم میگرفت. اوایل ممکنه برای یه مدت کوتاهی چنین بوده ولی بعدا کاملا بر اوضاع مسلط شده. یادمه ما توی خونه بودیم که همیشه خب جنگ و دعوا بین خانواده‌ام بود، بعد مادر پدرم و خانواده پدریم خیلی چیز داشتن، سلطه داشتن روی مثلا حالا زندگی ما هرچی. بعد از اینکه من خب برادر کوچیکترم که به دنیا اومد، بعد ما یه مدت هم از ایران خارج شدیم، یعنی خارج از ایران زندگی میکردیم. کجا؟ و اون تایمی که بله کجا زندگی میکرد؟ برای چه مدتی؟ یکی از کشورهای اطراف زندگی میکردیم تقریبا 6 سال خورده اینا. یعنی هر پنجتای شما اونجا بودی؟ اینم باز دوباره یه داست. نه هر پنجتا نبودیم، من اون موقع برادر بزرگترم که تقریبا دبیرستان بود یه مثلا شاید توی این 6 سال 3-4 سالش رو ایران بود، نمی اومد، قبول نمی کرد که بیاد و بعد مثلا دیگه حالا راضی شد. ظاهرا دلیل اینکه ما بریم توی یکی از این کشورهای حاشیه یا اینجا زندگی کنیم چی بود؟ یعنی فایدهش چی بود؟
به خاطر کار پدرم بود، یعنی به خاطر شغل ایشون اونجا یه موقعیت کاری مثلا حالا خوبی براشون پیش اومده بود که رفت اونجا. چه نوع کاری پدر داشتن که اونجا پیدا شده بود؟ پدر من مهندس برق بودن و اونجا یه حالا یه دوستی داشتن که اونجا میخواست مثلا یه کارخونه ای تأسیس بکنن و برای راه اندازی تأسیساتش و پلنینگ برق و اینا از پدرم خواستن که مثلا باشون کار بکنن. پدری که مهندس برق و تو ایران داره کار میکنه، پا میشه زندگی خانوادهش رو به هم میرزه که دوستش تو ایران اونجا کار. موقعیت کاری خوبی نه. من پدرم حالا به خاطر یه سری مسائل سیاسی هم همیشه تو ایران تو کار خیلی با مشکل برخورد میکرد، یعنی هر جور رفت سر کار بعد به خاطر حالا یه سری پرونده های سیاسی و اینا مثل من که برش متوجه داستان شدم. میشد و بعد اوکی عزیز، شغل عوض میکرد. ولی آخه شما دختر باهوشی هستی، به چه مناسبت خودت بازی چه اونا کردی؟ شما الان اومدید اروپا، زبان اون کشور اروپایی رو از قبل میدونستی؟ نه من راستش قصدم این بود که بیام اروپا و از طریق تحصیلی اومدم مسترم و اینجا خوندم. البته من چند ماه پیش با شما صحبت کرده بودم، شما به من گفتین هر موقع پی‌اچ‌دی تو شروع کردی با من تماس بگیر و من بگو. من مستر رو تموم کردم قبل از اینکه این ماجرای کرونا بشه. پلنم این بود که بعدش مثلا برای پی‌اچ‌دی اپلای کنم که برم همون کانادا، ولی خب بعد دیگه یه ذره نمیدونم، این شاید احساس کردم دور بودن از خانواده اینجا رو ترجیح دادم به اینکه بخوام برگردم برم اونجا باشون زندگی بکنم. بعد اینجا اپلای کردم برای پی اچ دی و دکترا. رشتهتون چیه عزیز؟ من از اون که هیچ یادم نیست متاسفانه، ولی رشتهتون چیه؟ من رشتم هم یه چیزیه که واقعا دوست نداشتم حالا بگم. من اصلا من داشتم لیسانسم چیز مدیریت بازرگانی بوده، ولی فوق لیسانسم اقتصاد بوده و الان دکترام هم اقتصاده. یعنی البته فوق لیسانسم منیجمنت اند بیزنس اکونومیکس بود، ولی بیشتر همون درسای اقتصاد بود و بعد دکتراش هم که خب دنباله همونو خوندم شد اقتصاد، البته تو شاخه بیهیویرال اکونومیکس شروع کردم. اوکی عزیز، قرار مانند قبل بلند صحبت کنید عزیز، یه ذره آهسته شدید جان. ببخشید. در مورد همین درسم که داشتم میگفتم، من واقعا چون از شاید بگم بچگی که یه ذره حالت لجبازی و سرکشی و اینام که داشتم، چون تو خونمون هم همیشه جنگ بوده با خانواده و همه، و من یه بچه خیلی لجباز و خیلی هم حالت حس تلافی جویانه همیشه داشتم. بعد دیگه خیلی درس خون و اینا هم نبودم. وقتی مثلا رسیدم به پیش دانشگاهی و این دوره های دبیرستان، من خیلی از اینایی بودم که مدرسه رو بپیچونم نرم مثلا مدرسه، اصلا دنبال درس و اینا نبودم. بعد دانشگاه هم واقعا زورکی مثلا فقط رفتم اینجور بودم که برم فقط یه رشته‌ای بخونم، مثلا برام مهم نیست. بعد همین یه رشته‌ای بخونم برام مهم نیست، اینجوری هی دنباله دار شد. من همینو ادامه دادم و هیچ وقت اصلا نه برنامه ای نه هدفی نه هیچی احساس میکنم تو زندگیم ندارم. اصلا خیلی انگیزه و علاقه ای هم به زندگی کردن ندارم راستش. خب آخه من البته یادم نیست دفعه قبل چی گفتیم اصلا، ولی تعجب میکنم که اگر این موضوع مطرح بوده چرا به یه جایی گفتگوی ما نرسید که حالا اون پرسش رو شما مطرح کنید که من شاید دچار افسردگی شدم، خودم میتونم براش چه کار کنم با توجه به هزینه هاست، که مثلا باعث تعجب من شد که شما چی دارید میگید. حالا اون موقع هنوز حالم انقدر بد نبود، یه ذره اضطراب و استرس شاید درس و اینا بیشتر وجود داشت. به شما من گفتیم من مشکل حرمت نفس دارم و من سیدی های شما رو گرفتم گوش کردم، ولی خیلی کمکم نکرد. یکی این که یه ذره بیشتر احساس کردم که خود هرچی بیشتر
صحبت های شما رو گوش کردم بیشتر به این نتیجه رسیدم مثلا خودم رو نمیتونم درست بشناسم، دچار گیجی و گمی در مورد خودم شدم که اصلا من مشکلم چیه. آخه برخی از اوقات ازم اون موضوع نیست، یعنی الان دختر باهوشی هستید، کاملا پیداست بهره هوشی بالایی دارید، ولی یه زمینه هایی از بیماری روانی، ای بسا حالت های منیک دیپریشن، دو قطبی رو، خشمگین و طلبکار و ناراضی هم هستید، ولی آیا اختلال شخصیتی هم دارید یا ندارید رو نمیدونم. یعنی میخوام بگم که این شلوغ پلوغی ها رو من یه توضیح کوچیک ببخشید، من یه دوره توی ایران تراپی میرفتم که البته اون سری به شما گفتم، گفتید که نه شما اینو تو من نمیبینید، ولی اون موقعی که من میرفتم روان شناس من به من گفته بود که من یکم حالا اختلال شخصیت بوردرلاین دارم و به من تشخیص افسردگی خیلی شدید داده بودم. بعد منو ارجاع دادم به هم روان پزشک برای افسردگی اینا و همین که روان درمانی میکردم، حالا دقیقا نمیدونم اسم اون تکنیک و کاری که انجام میدادن چیه. بعد تو اون دوره که اینا رو انجام دادم، مخصوصا اون روان درمانی که انجام میدادم، خیلی حال منو بهتر کرده بود، خیلی حال بهتری داشتم. داروها خیلی واسم خوب نبود، یعنی خیلی حال منو بدتر کرده بود. بعدی که واقعا اصلا اون بیشتر باعث میشد من احساس ناامیدی از زندگی بکنم، انقدر که اون دارو رو من تاثیر بدی گذاشته بود. و هی هم داروهامو که مثلا عوض میکرد، دوزش رو تغییر میداد، ولی بازم من تاثیر خیلی بدی میذاشت. من به جایی رسیده بودم که مثلا روزی 18 ساعت میخوابیدم، اصلا دیگه نمیتونستم کار کنم نه هیچی. و بعد به اینجایی رسیدم که دیگه واقعا از پس هزینه های اون تراپی و اینا برنمی اومدم. بعد مثلا یه دو سه سال مجبور شدم که قطع کنم تراپیو. ولی بعد منیک دیپریشن رو هیچ وقت به من نگفتن، چون من هیچ وقت علائم منیک نداشتم. من هیچ وقت مثلا حالا نمیدونم تو هیچ برهی از زندگیم احساس بالا بودن ندارم، همیشه پایینم. آخه عزیز، شما الان حرفی که میزنید تشخیص دکترتون این بوده که مغزتون بیش از حد فعاله، بنابراین داروهایی داده که مقدار اون مغز رو از فعالیت باز داره، یعنی اون سرعت زیاد رو کم کنه، ولی اینقدر زیاد بوده که شما اونقدر میخوابیدید. خب شما باید همون هفته اول که این وضع براتون پیدا میشد به دکتر میگفتید که داروتون رو تغییر میدارن که چنین مسئلهی به وجود نیاد، ولی به نظر میرسه مسئله بیش از اینه. و من وقتی به دکتر، آخه من نمیدونم چرا، من احساس میکنم که من شاید من بدنم ریاکشن نشون داد، چون من وقتی دکترم میگفتم، دکترم به من میگفت این داروها نباید یه همچین عوارضی داشته باشه بعد یه هم مدت، و چرا تو یه همچین حالتی داری؟ خب بنابراین یا تشخیص درست نیست یا دارو مناسب نیست، که برخی از داروها رو کار نمیکنه، ولی ای بسا شما تو اختلال تو این کار به وجوده، چون الانم داری نشون میدی عزیز. ببین، تو درباره مادرت صحبت کردی که حالا با زمینه شک و بدبینی همراه بود، ولی یه نوع از عدم اعتماد و اطمینان تو حرفای خود تو هم الان میشه حس کرد، و ضمناً این که چرا به احتمال شخصیت ناپایدار، مرزی یا مرزی بوردرلاین رو دادن، برای که خیلی تو رو هیچ جا نمیتونستن پیدا کنن، و منم الان با تو همین مشکل رو کمی پیدا کردم. اگر میگی دفعه قبل من به تو گفتم علائم بوردرلاین نمیدونم، برای که تو بلد بودی خودتو به گونه ای که اون علائم نشون داده نشه ارائه بدی، یا اصلا وارد اون مباحث نشه. خیلی صحبت راجع به مثلا مسائل و اینا خودم نکرده بودم، بیشتر راجع به فقط اون میگم تو اون مقطع، به خاطر اینکه یه ذره دچار استراب و استرس، حالا بیشتر فکر می‌کنم خاطر شاید درس و اینا بود، فقط راجع به اون صحبت کرده بودم، هیچ کدوم این مسائل رو راجع به صحبت نکرده بودم. خب تو خانواده پدری و مادری مشکل بیماری چه داشتی؟ از چی خبر داری؟ بله، ما توی خانواده پدری مادری، البته پیش که اهل دکتر رفتن نیست به اون صورت، اما ما آدم سالم تومون به ندرت پیدا میشه، و من خودم مادرم هم خب
البته مادرم دارو میخوره، مادرم به شدت استراب داره، استراب خیلی شدید، یعنی حمله های استرابی خیلی شدید بهش دست میده که مثلا بیمارستان و اینا میره و همون وسواس و بدبینی و افسردگی. و بعد پدرم هم آدم خیلی خشمگینیه متاسفانه. متاسفانه مشکل تو ایران که بود مشکل اعتیاد هم داشت و چه ماده ای رو استفاده میکرد؟ تریاک یا چیز دیگه؟ بله تریاک. نه یه خبرهایی هست عزیز، یه ذره بیش از اون گرفتاری، یعنی زمینه های ارسی هم طور که خودت اشاره کردی هست. گفتم باهوش بودنت هست، دختر خوبی هستی، ولی بیش از اون تضادها و تناقضهای فراوانی توی زندگیت. من کمی نگران اختلالات جدیتری هستم تو خانواده که شاید اینجا داره خودشو نشون میده. کسانی که بستری بشن، خودکشی باشه، اینا رو تو خانواده داشتید؟ خودکشی نداشتیم، اما به خاطر اینکه خانواده ها متاسفانه نسبت به مثلا رفتن به مثلا برچسب روانی و اینا خوردن میده. ولی من تو خانواده مادری، تو خانواده پدری هم تو، ولی تو خانواده مادری خب آدم های عجیب و غریب زیاد داشتیم که مثلا حالت، مثلا من یکی از میکنم خاله هام خواهر مادرم میشد که مثلا حال خیلی بدی داشت و حالت های روان پریشی داشت، مثلا یه چیزایی میدید و یه چیزایی میگفت که اصلا با واقعیت جور در نمیومد. خب اونا گفتن حالت های سایکاتیک ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن ها هست. یه ذره مسئله جدی عزیز، شما احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی داری برای که ممکنه بیفتی. من خب همین آره که هی پیش خودم هی دو تا چهار تا میکنم، هی همش بیشتر به این نتیجه میرسم که من کالای زندگی کردن نیستم و نتیجه میخوام خودم رو بکشم. دقیقا خیلی و من بسیار چقدر افکار منور عزیزه من. خب همینا گرفتاری هستی و متاسفانه اصلا نمیتونم جور دیگه خودم خانه کنم و تنها چیزی که بعض وقت مثلا بهش فکر کنم که مثلا حالا هی شاید نو به تعویق میندازم اینه که ته تهش همش میگم که خب چون من همیشه خشمی از خانوادم داشتم و مثلا حالا یه مدت هم روش کارم کردم و خیلی وقت این خشم رو بهشون ابراز میکردم، مثلا بهشون میگفتم که شما این کار کردیم این کار کردیم و بعد وقت پیش خودم گفتم دلم نمیخواد اگه این کار میکنم اینجوری تلقی بشه که دارم از اونا انتقام میگیرم یا میخوام این کار بکنم به اونا آسیب بزنم و نمیخوام اونا عذاب وجدان بگیرن که نکنه مثلا اونا باعثش بودن. نه این بعد... نگاه نه اینا درست نیست هستم. اینا تو برای خودت مثل این که من بیام برای خودم یه هدفی درست کنم که قدم میخوام 3 متر باشه، بعد هر کوششی بکنم به جایی نرسم بگم پس چه دنیایی. یعنی تو برای خودت داری یه هدفهایی یه چیزهایی رو راه انداختی و دنبالش هستی که به نظر من ابدا جایی نداره، هیچ دلیلی نداره که ما تو اون منطقه ها باشیم. یعنی من فکر میکنم احتیاج به نگاه دیگری داری. و بعدم حالا به من بگو الان اگر یه کسی به تو بگه خب همین درس رو داری میخونی، به هر حال مدرکی میگیری، میخوای بعدش با این مدرک چی کار کنی؟ فکر کردی که بایش میخوای چه کنی عزیز؟ اصلا بعد یکی از چیزایی که الان خیلی شاید باز دوباره بیشتر من ناامید کرده، من حالا خیلی میگم آدم سخت کوشه اونطوری نیستم، ولی خب مثلا تو همین پروسه‌ای که داشتم برای پی‌اچ‌دی اپلای میکردم واسه فاندم اپلای کردم، بعد فاندی گرفتم از دانشگاه، منتها وقتی خب برای اینکه اینجا بتونم فاندو داشته باشم بعد ویزای اجازه کار بگیرم از دولت. بعد برای اون که اپلای کردم اجازه رو یعنی به هم صادر نشد، اجازه کار نتونستم بگیرم و بعد این فاند حالا مثلا فعلا شد. یعنی یه جورایی از دستش دادم حالا تا برای مثلا دوره بعدی یا مثلا پوزیشن های بعدی بتونم اپلای بکنم، ولی اونقدی هم مثلا انگیزه ندارم مثلا بگم که حالا بذار آخه ما در این گفتگو به جایی نمیرسیم عزیز. اصلا ول کن درس تو، الان از چه طریق آمدی اروپا؟ میتونی اونجا بمونی؟ میتونی خودتو اداره کنی یا نه؟
نه، چون من از طریق تحصیلی اومدم و زبان اینجا هم بلد نیستم که مثلا حالا بتونم، و خیلی شرایط الان به خاطر مثلا کرونا شرایط کار و اینا هم اونقدر اصلا راحت نیست که بگم مثلا میشه راحت کار پیدا کرد که بخوام بمونم. تو چه اشکالی داری که به ایران برگردی؟ من خودم که واقعا زندگی کردن تو ایران، یعنی بعض وقت پیش خودم میگم که افسرده بودن در اینجا باز به نظر من بهتر از افسرده بودن در ایرانه، چون اونجا دیگه غیر از اینکه آدم افسرده است، از در خونه هم که میره بیرون انقدر برخورده و اتفاقایی که میفته اعصاب آدمو خرد میکنه که یه چیز اضافه ای بر همه اینا میشه. حالا اگر من متاسفانه مجبورم سر حرفم بمونم، به نظر من تو یه ارزیابی میخوای عزیز، تو ممکنه به هم بریزی، یه کمی نگران اون دارم میشم، برای من که به حرفایی هم که ریختم الان، و خدا بیش رو از این. شکرم کاملا به هم ریختم. حالا یک، از نظر ارتباطت با مرد به عنوان، و بعد نگاهت به ازدواج و بچه و اینا چیه؟ این هم یه موضوعیه که البته نه خودش پیچیده است. من قبل از اینکه بیام اینجا من توی رابطه بودم، یه رابطه تقریبا طولانی مدت، و شاید یکی از دلایل اصرار مادر من برای اینکه من باید حتما از ایران برم به خاطر این بود که دلش میخواست اون رابطه تمام بشه. انا البته از یه اون ذره آدم باز نزدیک بود. گوشی باش، تو یه ذره باز آهسته حرف میزنیم. ببخشید. آره حالا خب، تو اگر بعد یه رابطه ای بود که تو دوست داشتی، چرا به خاطر مادره؟ اصلا چه اهمیت داره مادر نظرش چیه؟ آخه به خاطر مادرم واقعا نبود. من اون رابطه ما به جایی رسید که بعد یه مدت توی رابطه من گفتم بحث ازدواج رو پیش کشیدم و اصلا همون شروعی شد برای اینکه ما رفتیم پیش مشاور، و بعد خب مثلا حالا یه سری مشکلات دیگه پیش اومد و من شروع کردم رو خودم مثلا کار کردن و اون دورهای تراپی رو رفتم. بعد اون آقایی که باشون بودم ایشون هم نمیخواستن ازدواج کنن آخه، و ما با هم رفتیم مشاور و اینا. نه، چه ولی مدتی شما تو بعد اون رابطه بودی؟ نه صبر کن، چه مدتی تو اون رابطه بودی؟ قبل از اینکه بیام از ایران بیرون میشد 7 سال. حالا خب تو ممکن من بگی کسی نمیخواد باید ازدواج کنی، برای چی 7 سال تو اون رابطه موندی؟ ما 5 سالی که از رابطه همون گذشتش بعد من بحث ازدواج رو مطرح کردم. ممکن قبلش من مثلا بفرمایید راجبش در اصلا ایران حرفی از نه. 1 میلیون دختر بعد از 5 سال یادش میفته با کسی باید بحث ازدواج رو مطرح کنه؟ اصلا به نظر من یعنی چی؟ نه آخه واقعا قبلش اصلا فکرش شاید مثلا میگفتم خب الان زوده. یعنی در ایران یه دختری توی خانواده ای با محیط اطراف و حرفا فکر کنه همینجوری با یه کسی دوست میگذرونه ایام رو؟ آها خب من این سو صحبت هم اولش عرض کردم، من خیلی آدم این مدلی بودم که هر کی هر کاری بهم بگه بده همون کار رو انجام میدم دیگه. مثلا نه اگه این که بهانه خانواده هم عزیزم، به نه نه آره نه این این تو بهانه نه، نیست، تو میخوای یه کارهای حالت بد بکنی، میگی چون یکی گفته. مثلا اگه من بگم چرا چاقو زدی تو چشمه یه آدم، میگی یه دفعه توی فیلم دیدم طرف گفت بزن اون نزد من به جاش زدم. نه، در حق بازی اصلا بی نظیره. روی خط باش عزیز. جانم چی فکر کردی تو این بله. مدت عزیز؟ داشتم به این فکر میکردم که داشتم به بیشتر جنبه خانواده فکر میکردم که اتفاقا اینو میخواستم بگم، من مادرم مخصوصا خیلی دلش میخواست که همیشه من ازدواج بکنم، و اصلا مادر من انگار موفقیت زندگی یک دختر رو اصلا توی ازدواج میبینه، و همیشه توی ایران خیلی به من روی این قضیه اصرار میکردن و مثلا کیف می آوردن، معرفی می کردن، و مثلا من همیشه می گفتم نه. و یکی از چیزهایی که الانم هم خیلی بابتش خیلی وقت قصه می خوره همینه که میگه که تو عاقبت به خیر نشدی و از این حرفا. حالا شما من بگید اون رابطه رو چرا اینقدر ادامه دادی؟ خب اون رابطه میگم که خب من واقعا جدی توی اون 5 سال همیشه پیش خودم می گفتم که خب حالا وقت هست، یعنی مثلا حالا عجله ای نیست،
ولی بعد که یعنی چی که ارتباطی به عجله نداره، مثل اینکه آدم گرسنش باشه بعد برگرده بگه عجله نیست برای خوردن نهار. آخه چون نه شما درست میگید، من از اول که من این رابطه رو با ایشون شروع کردم قرار بود یه رابطه یه مثلا فقط یه رابطه گذرا باشه و هر دومون با این مثلا توافق وارد رابطه شدیم. ایشون و چند بعد سال از این شما رابطه بزرگتر بود؟ بله ایشون فاصله سنیش با شما چقدر بود؟ 2 سال از من بزرگتر بود. چی خونده بود؟ چه میکرد؟ ایشون لیسانس اقتصاد داشتن ولی بعد فوق لیسانس روانشناسی خوندن، قرار بود دکترای روانشناسی بگیرن که دیگه رابطه هم تمام شد. و کارشون آزاد بود، یه مدت شغل خودشون رو داشتن، بعد که از شغل خودشون اومدن بیرون، حالا به خاطر این قضایای تحریم و اینا که به مشکل برخوردن، اصلا تصمیم گرفتن که روانشناسی بخونن و اصلا فیلد کاریشون رو عوض بکن. شما چقدر به هم نزدیک بودید؟ یا هفته ما چند بار خیلی همدیگر رو میدیدید؟ به هم نزدیک بودیم، خیلی همدیگر خیلی با هم وقت میگذرونیم، همه کارامون رو با هم انجام میدادیم، از دیگه هر خرید میخواستیم خب بکنیم چطور همه. خانواده شما، مادر شما که همچین کیس و موردی رو درباره شما میدونستن، فشار نیاوردن با همین آدم ازدواج کنید؟ خیلی فشار می آوردن، خیلی اصرار داشتن. خب بعد اون اولش من همیشه می گفتم که نه ما الان اصلا نمیخوایم ازدواج کنیم، فقط میخوایم مثلا با هم دوست آخه باشیم. عزیزم شما تو ایران داری زندگی میکنید، پسر و دختری هم دیگر رو دوست دارن، به همه وقتاش رو با هم میگذرونن، احساس خوبی هم راجع به هم دارن، خانواده هم میخوان ازدواج کنن، چرا ازدواج نکنن؟ بله بعد سر همین موضوع من همیشه با خانواده دعوا میکردم، اونا منو تحریم میکردن و نه من من حرفم این است که شما چرا نمیخواستید برای حرف ازدواج کنید؟ خودم من میگم، چون خب اولش چون وارد این رابطه شدم و اینجوری بودیم که نمیخوایم ازدواج کنیم، ولی بعد این مدت که من علاقم بیشتر شد، ولی ایشون همچنان مثلا حرفش این بود که نه من نمیخوام ازدواج بکنم، و من همیشه میترسیدم که بگم که حالا مثلا حرفش رو نه مطرح صبر کنم، کنید، مثلا حالا ایشون رابطه‌مون تمام نه، شد. فرزند چندم بودین آقا؟ نگو فرزند آخر اول اول. اوکی گود. خب چرا نمیخواست او ازدواج کنه با تو؟ به خاطر تو بود یا اصلا با ازدواج مسئله داشت؟ نه، کلا با ازدواج مسئله داشتم. خب پس بنابراین شما ایشون رو نگه داشته بودید برای اینکه بهانه کنید که ازدواج نکنید، مثل بهانه‌ای که الان در میارید. من ایشون رو نگه داشته بودم که بلکه نظرشون عوض بشه. نه اگر رابطتون خوب بود چرا نظرش عوض نشد؟ خب نمیدونم، و بعضی وقتا هم میگفتن که خب بیا بریم با هم زندگی کنیم ولی ازدواج نکنیم. من گفتم خب اونجوری که نمیشه که. بعد دیگه میگم بعد نه اینکه صبر کنید، 5 سال مگر ایشون که این پیشنهاد رو در ایران میکردن این کار شدنی بود با توجه به شرایط ایران و خانواده ها؟ نه دقیقا به خلاص خاطر نه همین صبر کن عزیزم، آخه ببین بازی ها همینه، اگر یک مردی اومد گفت که بیا ما با هم ازدواج کنیم بریم به طبقه هشتم یه خونه 6 طبقه زندگی کنیم، خب معلوم حرف مفت میزنه. یک کسی درست. بدونه خانواده تو، خود تو، روابطش، خانواده خودش، محیط اجازه نمیده شما دوتا برید با هم زندگی کنید، بعد به تو پیشنهاد بده بیا بریم با هم زندگی کنیم؟ بعد اتفاقا اون موقع ایشون با شما تماس گرفته بودن خودشون و داشتن صحبت میکردن، شما برگشتین بهشون گفتین که شما اصلا نمیخواین ازدواج بکنید، تا بهونه رایت. ایشون هم یه سری الان بهونه من دارم به همین خودشون. نتیجه میرسم. ببین عزیز من به تو گفتم دختر باهوشی هستی ولی هوشتو به کار گرفتی برای که خودتو بیش از همه گول بزنی و فریب بدی و بازی سر خودت در بیاری و بنابراین بازی سر همه در بیاری. من حتی بعد از پیام ها میخواستم به تو بگم تو مؤسسه کاریابیت کجاست؟ تو احتمالا مدیر یه مؤسسه بزرگ کاریابی هستی که همه رو سر کار بذاری. آخه حرفایی که تو میزنی هیچ هم نمیخونه عزیز. یه دختری به باهوشی تو اصلا همینجوری مطالب رو میرزه روی هم و به گونه شلوغ پلوغش میکنه که هیچ کدام از موضوع اگر ادامه ندی به نتیجه ای نمیرسی و خب کار و تخصص تو با روانشناس هم همین بوده، الان هم همینه، برای که دقیقا هم داری میشی همون به هم ریختگی که از آغاز که من خبر نداشتم که تو قبلا با هم صحبت کردیم تو خانواده تو بوده، یعنی خانواده تو فکر کردم تمام زندگی
قرار اینه که آدم بازی بکنه، بقیه رو بازی بده، بعد فردا صبح یه بازی تازه رو راه بندازه. تو هم داری با خودت این کارو میکنی، یعنی هیچ جهت و هدفی نمیگیری. حتی مثلا یه آدمی رو این همه مدت نگه داشتی، میگه روابطتون هم خوب بود، خانواده هم اصرار به ازدواج داشتن، ولی ازدواج نمی کنی. یا او ما از آغاز به هم گفتوریم نمیخوایم ازدواج کنیم، خاله خوب. اتفاقا درست مردم عکسشو میگن، خیلی ها که نمیخوان یا میخوان دوستی باشه یا فکر کنن ازدواج کنیم، میرن تو ازدواج کنیم، ازدواج کنیم، بعد ازشون عوض بشه. آدمایی که از آغاز به هم دیگه میگن نمیخوایم ازدواج بکنیم و یه رابطه گذرا داشته باشیم، معمولا یه تیپی هستن که دلایل خاص خودشون دارن، بعد از این مدتی هم به هم میخوره، میرن دنبال کارشون، چون قرار بوده این رابطه گذرا باشه. خب من اینو بله در آقای تو دکتر، نمیبینم. آخه من دقیقا اون تیپ، من خودم احساس میگم اون تیپ هستم، به خاطر اینکه ببینید من اون موقعی که اون رابطه رو شروع کردم قبلشم اصلا یه آدمی بودم که حالا یه ذره خودم افتخار نمیکنم واقعا، باعث شرم گفتن اینا، ولی مثلا قبلش اینجوری بودم که مثلا رابطه زیاد داشتم، با آدمای زیادی ارتباط داشتم، اصلا برام مهم نبود که چه اتفاقی میافته و چی پیش میاد، هیچ وقت حالا به این فکر. حالا یه سوال منو جواب بده، آیا کسی تو کودکی به تو از نظر جنسی آزار داد، اذیت کرده؟ نه نه، ما توی دوران تو کودکی چرا، همه تو چیز چرا با بلا نه سرم سبکو اومد الا این یه دونه. نه چرا نه تو من نه که بگم باور نمی کنم، میپذیرم، ولی تو چرا باید فکر کنی که هیچی نیستی و به درد نمیخوری و نه ارزش برای خودت داری، نه برای دیگران داری، نه برای زندگی داری، پس مردم هم مردم، چرا؟ از کجا میاد؟ یعنی بعد مادر مثلا این همه تنفر رو در تو درباره دختر بودن تو، زندگی به تو داده؟ بله، هیچ وقت دلم نمیخواد پسر بودم، ولی آره تنفر از خود دارم البته. خب حالا به من بگو این روابط جنسی که قبلا داشتی برای چی داشتی؟ با دیگران، با تعداد زیادی؟ دقیقا همون حس انتقام از خودم، یه حس یعنی آدمایی تنفر که از خودم، انتخاب واقعا میکردی هم چک بهانه بود. نه آدمایی که انتخاب میکردی یه جوری تو رو مورد استفاده و سوء استفاده قرار میدن، آزارت میدن، اذیتت میکردن وقتی به هم خورد، به هم ریختی، یا اینکه نه خوب و مهربون میامدن و میرفتن؟ نه میومدن و میرفتن، اصلا خیلی وقت خودم انتخابشون میکردم، اصلا بعضی وقتا شاید خودم میرفتم دنبال اون آدم ها. خب وقتی میرفتی فایدهش برای تو در اون زمان و اون ایام که میرفتی چه بود؟ و اصلا هم از اون کار نه لذت میبردم نه هیچ، بعدش هم میومدم میشستم گریه میکردم و بعدم فقط اینجوری بودم که مثلا ببین تو فقط به درد همین میخوری. That's it. آیا تو رابطه های جنسی از اینکه آزارت بدن یا رفتار نامناسب با تو داشتن باش راحت بودی، میپذیرفتی، یا اینکه نه نه اینو باهاش راحت نبودم؟ نه چون مثلا شاید توی رابطه بانه بود میکردم که من خیلی دارم مثلا لذتم میبرم، این چیزیه که من میخوام، ولی واقعا یعنی حتی اینجوری نبود. ارگازم و اینا رو هم دروغین نشون میدادی که داری؟ بله. خب فایدهش برای تو چی بود که یه آدمی رو بهش این پیام رو بدی که بعد چی کار کنه با تو بمونه، تو که میرفتی بعدا سراغ یه کسی نه دیگه؟ اصلا خیلی وقتا آدمایی بودن که من شاید یه بار تو زندگیم دیده بودمش. تعداد این آدم ها همینطوری چند نفری میتونه باشه؟ همینطوری مثلا واقعا همینطوری نه، واقعا دقیقا به جز این رابطه آخری که داشتم 14-15. وقتی اینجور آدم ها چه ویژگی داشتن؟ جوون بودن، همسن و سالت بودن، سنها بالا بود، آدم نه های همه خاصی بودن؟ جوون بودن، آدم های جوون تقریبا، ولی هیچ ویژگی خاص دیگه ای نبود، فقط نمیدونم شاید بسته به مودی که اون لحظه توش پراید، بودم یعنی یا حسرت بعضی سر وقت میرفت اصلا. دنبال یه هیجان بودی، دنبال یه بازی بودی، اینا هم حاضر بودن این بازی رو نه بکنن تو چون من در همیشه از خونه فراری بودم، از خونمون میمدم بیرون و همش میرفتم توی مثلا جمعایی که حالا به قول خودمون ایرانی ها دوستای ناباب، بعد دیگه قاطی آدم های اینجوری می شدم، خیلی به اصلا انتخابی نمی کردم روی آدم ها. میگم
دیگه یعنی پیش می اومد، نه من جلوش هم نمی گرفتم اگرم اتفاق می افتاد، برای من میگم مهم نبود هیچ وقتم یعنی واقعا برام مهم نبود. یعنی بعضی وقتا همون موقع هم پیش خودم میگفتم خب اگه من مثلا توی روابط مثلا مریضی بگیرم، بیماری بگیرم، مثلا گفتم خب بگیرم به درک بهتر، مثلا چه میدونم ایدز بگیرم بمیرم. یعنی حتی مواظب نبودی؟ یعنی یه اصولی هم که باید رعایت میکردی رعایت نمیکردی؟ نه بیشتر وقتا اصلا اون کارم نمیکردم. خب عزیز، حالا میشه فهمید چرا اونا یه تشخیص بوردرلاین روی تو دادن، چون این نوع زندگی به اون آدم ها بیشتر شباهت داره، ولی یه نوع خشم و تنفری از خودتو ای بسا زنده ها و دیگران داری. در من حالا خودزنی هم میکردم توی همون دوره. حالا این خودزنی فقط از طریق دستت بود یا چیزی رو هم ازش به کار میگرفتی؟ یعنی چی متوجه نشدم؟ مثلا خب ممکن آدم به بدنش ضربه‌ای بزنه یا از یه چیز تیزی استفاده کنه؟ بله من با چاقو دستم رو میبریدم. یه خبرایی هست. ببین عزیز، احتیاج به یه ارزیابی داری. تو اروپا هم بعید میدونم بتونی بگیری، برای اینکه شاید یه ایرانی باشه روان پزشکی که بتونی کمی کمکت کنه، اگه بتونی همزبان پیدا کنی. اگر نه موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینه. و اگر بتونی، حالا در ایران شاید برات هزینش کمتر باشه، از طریق تلفن با یه روانشناس خوبی کار کنی که اون ممکنه از روانپزشک بخواد به تو دارو بدن که ذره آروم بگیری. ولی باید علائم مثل استرابت رو، افسردگیت رو، خشمت رو، اینا رو شاید بعضی هاشو از طریق دارو بشه یه جوری اداره کرد. ولی میشه فهمید به هم ریخته ای عزیز. نه این یک کمی موضوع رو سخت و سنگین کرده. خانواده تو الان چند تاشون؟ سه تاشون کانادا هستن؟ بله نه چهار تا دیگه. یعنی پدر و مادر و دو تا برده همه یه جا هستند؟ تقریبا برادر بزرگم یه کمی این فاصله داره. به هر حال عزیز، من فکر میکنم یه راه حلی باید پیدا کنی برای ارزیابی خودت. احتمالی که تو به کانادا بری چقدره؟ الان در حال حاضر احتمالش خیلی کمه، تقریبا صفر. تو اگر برگردی ایران امکان شرایط زندگی داری یا جایی داری که بری زندگی کنی با یه فامیل نزدیکی در این حال دوست تو هم باشه؟ جایی که حالا خونه هست، ولی حالا من اصلا برم ایران خودم تمایز ایران رفتن خیلی ندارم، ولی از اونم خانواده خب ساپورت نمی کنن و اینکه اصلا موافق نیستن. یعنی اسم ایران میاد حالشون بد میشه. خب آخه من تنهایی تو رو تو اروپا خوشحال نیستم، نگرانت هستم. برای اینکه اگر تو البته من اصلا خانواده رو چون خیلی میگم میدونم باشون نداری، ولی به هر حال نه به خاطر یه دیدشون نه متوجه هستم. ولی برخی از وقت اینقدر از آسمون چیزای عجیب و غریبی بینیزه که داشتن یه چتر حمایتی حتی اگر بستا خیلی به تو نزدیک نباشه کمکت میکنه. من نگران جدایی و تنهایی تو. نه آیا امیدی به خوب شدن من هست؟ هست فقط من هست به این فکر کنم عزیز که من فقط باید سروایف کنم. نه ببین عزیز، امید به خوب شدن تو هست. درست مثل اینه که به جای 33 ساله باشی بدن روانی تو مثلا 63 ساله است. بنابراین از یه طرف هیچ چیز نیست، ولی از جانب دیگه همه چیزت هم یه مقداری سال خورده است، میدونی؟ یعنی یه کاری میشه کرد، حتما هست، ولی این امید رو با آگاهی یه کسی میتونه به تو بده. اگه روانشناس و روانپزشک دانایی نباشن نه، برای که تو بیشتر از اون بازی میکنی با خودتو دیگه. گفتم چون به راحتی تو میتونی خودتو هر جوری میخوای بچرخونی، برای اینکه دیگران رو واقعا گفتم اون اصطلاح فارسی اون سر کار بذاری اصلا آب فوق العاده ای. نمیدونم اصلا مؤسسه سر کار گذاشتن فوری در یک ثانیه یا یه ساعت. به نظر من یه فکری بکن، با یه کسی صحبت کن عزیز، بتون
یه جوری کمک بگیری. نمیدونم، تو میتونی نمیدونم به یعنی واقعا میخواستم آیا من میتونم از این حال نجات پیدا کنم، چون واقعا حتما. من احساس میکنم از نه جمله رو بالاترین یه دفعه حال دیگه دارم این حال زندگی میکنم، نه از جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، تو خسته اگر یه شدم. روان پزشک و روانشناس خوب کنارت باشه میشه تو رو سرهم کرد. نه اشکال نداری اونقدر. خستکار اینه که آسیبا عمیق و سنگین نیست، مثل یه آدمی است که یه کمی دست و پایش زخمه یا تا حالا یه دو تا استخونش هم شکسته ولی میشه درستش کرد، ولی کمک یا روانشناس و روانپزشک هر دو رو با هم میخواد که در ایران هست، الان در اروپا بعید میدونم. تنها توصیه‌ای که به تو دارم زنگ بزن به دفتر رادیو همراه، خب یعنی همین تلفن 310-441 ولی 51 یازده. بذار من الان یه صحبتی میکنم، باید یه صحبتی میکنن، یه پیشنهادی به تو میکنن در جهت کسی در ایران، ببین که چه میکنه. اوکی باشه، پس باش یه مدتی ممنون، بعد مرسی. زنگ بزن به 310-441-51 کی تماس یازده بگیرم؟ مثلا از نیم ساعت یه ساعت دیگه. آها بله ممنون. اوکی مواظب خودت باش، به هر حال امیدوارم توصیه که بهت میکنن رو جدی بگیری ببینی که چه میکنی. اوکی عزیز باشه، مرسی، خیلی لطف مواظب خودت کردین، باش. خواهش دیدم میکنم بهم امید دادین، ممنون. نه با میدم میدم من اصلا امید میدم، واقعیت واقعیته، تو کاملا میتونی خوب بشی عزیز، بنابراین مواظب خودت باش. مرسی، خواهش میکنم، خدا نگهدار.